قاچاق سیگار، هم سیگارهای تقلبی و هم سیگارهای اصل در گوشه و کنار جهان و جمله در ایران قاچاق می شوند. مصرف سالانه سیگار در ایران 60 میلیارد نخ است که حدود 20 میلیارد نخ آن به طور قاچاق وارد کشور می شود. برآورد شده که قاچاق سیگار به ایران سالانه 400 میلیارد تومان نصیب قاچاقچیان می کند. قاچاق لوازم و کالاهای آرایشی. آمارها نشان می دهد 14 میلیون زن ایرانی سالانه 1 میلیارد و 200 میلیون دلار صرف خرید لوازم آرایش می کنند. در واقع ایرانی ها 1/3 لوازم آرایش در بازار خاورمیانه را مصرف می کنند. 80-90% لوازم و کالاهای آرایشی در ایران از طریق مرزهای شرقی و غربی وارد این کشور می شوند و حجم قاچاق این محصولات سالانه 500 هزار تن است. برخی از این کالاها اگرچه دارای مارک های شناخته شده هستند، اما در واقع مانند برخی از دیگر محصولات قاچاق تقلبی و ساخته کشورهایی مانند چین هستند. قاچاق پوشاک، لباس، کیف و کفش از جمله محصولاتی هستند که عمدتاً از مرزهای غربی ایران و از کشورهای ترکیه، عراق و نخجوان وارد این کشور می شوند. در واقع 99% از پوشاک وارداتی در ایران به صورت قاچاق وارد کشور می شود و بیش از 90% از پوشاک و کیف و کفش موجود در فروشگاه‌های بزرگ لباس در شهرهایی مانند ارومیه به صورت قاچاق وارد شده‌اند. از ایران نیز لباس به کشورهایی مانند ترکیه قاچاق می شود. در ژانویه سال 2012 یک کامیون ایرانی شامل بیش از 100 هزار لباس زنانه در گمرک ترکیه توقیف شد. ارزش این محموله 550 هزار دلار تخمین زده شده بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران میگوید سال گذشته 60 هزار پرونده قاچاق پوشاک تشکیل و بیش از 80 هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند. قاچاق طلا و سنگ‌های قیمتی. بالا بودن استفاده از طلا و جواهرات در ایران و بالا بودن عوارض واردات باعث رونق قاچاق طلا و جواهر در کشور شده است. گفته می شود حجم قاچاق طلا به ایران بین 20-90% مصرف سالانه است. مصرف سالانه طلا در ایران 300 تن برآورد شده است. بابک راد، صدای آمریکا.